سلام، بدون هیچ مقدمه در مورد اهمیت الکتریسیته و اینکه چقدر توی زندگی امروزه ما نقش داره و بدون اون اصلا نمیشه زندگی رو تصور کرد و اینکه یکی از بزرگترین کشفیات بشری بوده و از اینجور حرفا، میخوام بهتون بگم که الکتریسیته دقیقا چیه. بگذاریم از اینکه این جمله خودش یه مقدمه بود. در مورد الکتریسیته خیلی میشه صحبت کرد. یه تاریخچه خیلی مفصلی داره که خیلی مهمه و توی درک مفهوم اون خیلی تأثیر داره. و اینکه ما چند نوع الکتریسیته داریم، یه الکتریسیته ساکن داریم و یه الکتریسیته جاری داریم و اینجور بحثا که نمیشه همه اینها رو توی ویدیو در موردشون صحبت کرد. بحث تاریخچه رو میذارم توی ویدیوی مجزا، بعداً در موردش صحبت میکنم. الان به خود مبحث الکتریسیته میخوام بپردازم و چون الکتریسیته جاری یعنی جریان الکتریکی و برق مقدمش الکتریسیته ساکنه، اول تو این ویدیو در مورد الکتریسیته ساکن صحبت میکنم، بعد توی ویدیوی دیگه میرم سراغ الکتریسیته جاری. بعدش بعد الکتریسیته رو با مغناطیس ترکیب کنیم و بریم سراغ الکترومغناطیس که واسه خودش بحث مفصلی داره. تو ماجرای الکتریسیته همه چیز برمیگرده به یک ویژگی ذاتی ذرات به اسم بار الکتریکی. بعضی از ذرات یه ویژگی دارن به اسم بار الکتریکی که یه ویژگی ذاتی به حساب میاد، مثل جرم. توی فیزیک یه سری ویژگی ها هستن که وقتی پرسیده میشه که چرا اون ویژگی ها وجود دارن، جواب اینه که خب هستن دیگه و نمیشه خیلی در موردشون صحبت کرد. البته مثلا در مورد جرم، خب گشتن یه توجیهی پیدا کردن که تعامل با میدان هیگز ذرات باعث جرم دار شدن اونها میشه، ولی خب خود همون تعامل با میدان هیگز اگه بپرسیم چرا هست، جواب اینه که خب هست دیگه و نمیتونیم براش توجیهی پیدا کنیم. در مورد بار الکتریکی هم توی کوانتوم یه سری توجیهاتی وجود داره که خیلی بحث پیچیده‌ایه و بهتره اون رو همون ویژگی ذاتی به حساب بیاری. این ویژگی ذاتی در دو نوع توی ذرات دیده میشه که همینجوری اسمشو گذاشتن مثبت و منفی و میتونست هر اسم دیگه‌ای که نشون دهنده دو تا چیز متضاد باشه روشون گذاشته بشه، مثل چپ و راست و مثلا سیاه و سفید. یعنی این مثبت و منفی هیچ ویژگی خاصی رو از اون بار نشون نمیده، مثلا بار مثبت ویژگی مثبت خاصی نداره یا بار منفی چیز منفی خاصی نداره، صرفا یک اسم گذاریه که زمانی که فکر می‌کردن بار مثبت میتونه حرکت بکنه، روی اون نوع بار اسم مثبت رو گذاشتن، ولی بعدا فهمیدن که این الکترون‌ها هستن که حرکت می‌کنن، یا در واقع بار منفی که حرکت می‌کنه و بار مثبت ساکنه، که دیگه این اسم روی اونها موند و تغییری نکرد. بار الکتریکی توی ذره باعث میشه که در اطراف اون ذره یک میدان الکتریکی شکل بگیره و اگه یه ذره دیگه ای داخل اون میدان قرار بگیره بهش نیرو وارد میشه، که اگر بار اون ذره همنام باشه نیروی دافعه بهش وارد میشه و اگه غیر همنام باشه نیروی جاذبه بهش وارد میشه. در مورد مفهوم میدان و ماهیت میدان الکتریکی هم باید بذارید که توی ویدیو دیگه مفصل صحبت کنم، چون اینجا جاش نیست. خیلی از ذرات داخل اتم بار دارن، ولی اون دوتا ذره که توی همه مواد پیدا میشن و بارشون نقش خیلی مهمی توی طبیعت داره، پروتون و الکترون هستن، که پروتون بار مثبت داره و الکترون بار منفی. الکترون و پروتون از نظر جرم خیلی با هم فرق دارن، ولی مقدار بار الکتریکیشون با هم برابره و بنابراین اگر تعداد مساوی از این دوتا داشته باشیم میتونن بار همدیگر رو خنثی بکنن و اون جسم رو خنثی بکنن. بنابراین اتم ها که در حالت عادی تعداد پروتون ها و الکترون هاشون با هم برابره خنثی هستن و اگر این تناسب به هم بخوره میتونن بار مثبت یا منفی پیدا کنن. چون الکترون‌ها و پروتون‌ها مسئول انتقال بار و باردار شدن اجسام هستند، بنابراین مقدار بار الکترون یا پروتون به عنوان بار پایه در نظر گرفته میشه و ما همیشه میتونیم یک جسم رو یک ضریب صحیحی در این مقدار بار پایه باردار بکنیم، یعنی مثلا یک بار الکترون، دو بار الکترون، سه بار الکترون و غیره. البته واحد بار الکتریکی این نیست. واحد بار الکتریکی کولونه که برابر با بار 6 و 24 ضرب در 10 به توان 18 تا الکترون که مقدار خیلی زیادیه. معمولا میگن که ما باری کمتر از بار پایه نداریم، یعنی باری کمتر از بار 1 الکترون نداریم. ولی اگه توی جدول مدل استاندارد نگاه کنید، کوارک‌ها بارهاشون 2/3 یا 1/3 مقدار بار 1 الکترون یا همون بار پایه است. پس یعنی میتونیم بار کمتر از بار 1 الکترون داشته باشیم. خب نکتهش اینجاست که ما هیچ وقت نمیتونیم این کوارک ها رو به صورت مجزا یا طوری داشته باشیم که مجموع بارشون کسری بشه، یعنی همیشه کوارک ها در کنار هم طوری قرار میگیرن که مجموع بارشون یا 1 یا منفی 1 یا 0 بشه. مثلا توی پروتون دو تا کوارک بالا داریم و یک کوارک پایین که مجموع بارشون میشه مثبت 1، و توی نوترون دو تا کوارک پایین داریم و یک کوارک بالا که مجموع بارشون میشه 0.
یعنی با اینکه توی طبیعت ما نمیتونیم کسری از بار پایه رو هیچ وقت ببینیم، ولی مقدار کوانتوم بار الکتریکی، یعنی کمترین بسته‌ای که بار الکتریکی میتونه توی اون پیدا بشه، همون 1/3 بار پایه است. پروتون ها توی هسته اتم ها در کنار نوترون ها قرار گرفتن و وقتی میتونن حرکت کنن که خود هسته و اتم حرکت بکنه، که معمولا توی جامدات خیلی به ندرت این اتفاق میفته، ولی توی مایعات و گازها این اتم ها میتونن حرکت کنن و بنابراین میتونیم بگیم که بار مثبت میتونه توی مایعات و گازها به راحتی حرکت کنه. این ذرات آلفایی که توی ویدیوی ردیابی پرتوهای کیهانی با اتاقه که ابر نشونشون دادم، در واقع حرکت بار مثبت هسته های اتم هلیوم. ولی الکترون ها قضیه شون فرق میکنه، اونها توی فضایی در اطراف هسته قرار گرفتن که البته این شکل متداولی که برای یک اتم نشون میدن اشتباهه و در واقع این شکلیه که برای سادگی کار همون شکل اول رو نشون میدن. این الکترون ها میتونن به راحتی از اتم جدا بشن و توی فضا حرکت بکنن که همون پرتوهای بتایی رو تشکیل میدادن که توی اتاق که ابر ردیابی کردم. از طرفی میتونن توی ماده بین اتم‌ها دست به دست بشن و از یه اتم به یه اتم دیگه منتقل بشن. اگه ماده تعدادی از این الکترون‌هاشو از دست بده و باعث بشه که تعداد پروتون‌ها توی ماده از الکترون‌های موجود بیشتر بشه، اون ماده بار مثبت پیدا می‌کنه. و برعکس، اگه تعداد الکترون به دست بیاره و باعث بشه که تعداد الکترون‌ها از تعداد پروتون‌ها بیشتر بشه، اون ماده بار منفی داره. حتما برای همتون پیش اومده که بعد از راه رفتن روی فرش و موکت، وقتی به یه چیز فلزی دست می‌زنی، جرقه می‌زنه. یا مثلا وقتی پلیورتون از تنتون در میارید، صدای جرقه های ریزی میشنوید و موهای بدنتون سیخ میشه. یا حتما این آزمایش انجام دادید که یک خطکش پلاستیکی رو به موهای سرتون میمانید و بعد میتونه تیکه های ریز کاغذ رو به سمت خودش جذب کنه. یا مثلا یه بادکنک رو وقتی به موهای سرتون یا یه پارچه بالش میدید، میتونید اون رو به سقف یا دیوار بچسبونید. همین اتفاقا به خاطر این میفته که وقتی دوتا ماده رو با هم مالش میدیم، بار الکتریکی پیدا میکنن. و وقتی یه ماده بار الکتریکی داشته باشه، برای تخلیه اون بار میتونه جرقه بزنه یا میتونه اجسام دیگر رو به سمت خودش جذب بکنه. این پدیده که بهش الکتریسیته مالشی یا تریبو الکتریک میگن، باعث ایجاد الکتریسیته ساکن توی اجسام میشه. الکتریسیته ساکن یعنی حالتی که ما به یه روشی یه ماده رو بار الکتریکی بهش بدیم و این بار الکتریکی داخل اون ماده ساکن بمونه تا وقتی که تخلیه بشه یا خونسا بشه. یعنی الکتریسیته ساکن به این معنی نیستش که بارها اصلا حرکت نمی‌کنن. بالاخره برای خونسا شدن و انتقال بار به یه جسمی این بارها حرکت می‌کنن، ولی این حرکتشون دائمی نیستش که ما بتونیم ازش انرژی بگیریم. به صورت لحظه‌ای این حرکت‌ها اتفاق می‌افته تا یک جسمی باردار بشه یا خونسا بشه. دلیل پدیده الکتریسیته مالشی رو توی کتاب‌های درسی و فیزیکی خیلی ساده اینطوری توضیح میدن. قدرت هسته اتم‌ها، یعنی همون پروتون‌هاشون، نسبت به نگهداری الکترون‌ها در اطراف خودشون متفاوته. اگر به این تمایل و قدرت هسته نسبت به الکترون خواهی هسته بگیم، مواد مختلف الکترون خواهی متفاوتی دارن که این باعث میشه وقتی دو ماده به هم تماس داده میشن، یعنی خیلی به هم نزدیک میشن، اونی که کمتر الکترون رو میخواد الکترون‌هاش رو میده به اونی که بیشتر الکترون میخواد. این باعث میشه که یک ماده بارش منفی بشه و اون یکی به همون مقدار بارش مثبت میشه. توی یک تماس ساده هم الکترون ها منتقل میشن، ولی مقدارش اونقدر کمه که نمیتونیم بگیم دوتا جسم باردار شدن. وقتی که دوتا جسم رو به هم مالش میدیم، تعداد نقاطی که با هم تماس دارن از دوتا جسم رو خیلی زیاد میکنیم و این تماس های متوالی باعث میشه مقدار بار کافی از یکی به اون یکی منتقل بشه تا به طور کلی بگیم دوتا جسم باردار شدن. برای این خاصیت جدولی هم توی کتاب‌ها هست که سری تریبو الکتریک بهش میگن و میزان الکترون خواهی مواد مختلف رو نشون میده. یعنی توی این جدول اگه ماده بالاتر باشه، الکترون خواهیش کمتره و وقتی پایین‌تر باشه، الکترون خواهیش بیشتره. بنابراین اگه ماده که توی این جدول بالاتر رو به یک ماده که پایین‌تر مالش بدیم، اونی که بالاتر الکترون از دست میده و مثبت میشه و اونی که پایین‌تر الکترون به دست میاره و منفی میشه. خیلی ساده و راحت، درست؟ نه، اصلا قضیه به این راحتی که میگن نیست و اینقدر پدیده الکتریسیته مالشی استثناءات و حالتهای خاصی داره که به هیچ وجه با این توجیه ساده قابل توضیح نیست. در واقع هنوز توجیه و توضیح دقیق این پدیده کاملا مشخص نیست و هر از چندگاه یه مقاله منتشر میشه که ادعا میکنه یک جنبه جدیدی از بحث الکتریسیته مالشی رو کشف کرده، ولی باز هم پدیده هایی هستن که قابل توجیه نیستن.
مثلا مشاهده شده که دو تا ماده که جنسشون کاملا یکیه در اثر مالش بار الکتریکی پیدا میکنن، یا اینکه مثلا یه قطعه سلولوز رو وقتی که به یک سمتی خم میکنیم یک بار پیدا میکنه، یعنی مثلا بارش مثبت میشه، وقتی به یه سمت دیگه خم میکنیم و مالش میدیم بارش منفی میشه. بعضی وقتا به مرور زمان علامت باری که منتقل میشه تغییر میکنه. بعضی وقتا هم جهت حرکت یک جسم روی اون جسم دیگه نوع بار انتقالی رو تغییر میده. توی بعضی موارد هم مشاهده شده که ابعاد متفاوتی از جسم بارهای متفاوتی رو میتونه به سمت خودش جذب کنه. مثلا قطعات کوچکتر اون جسم بار منفی میگرفته و قطعات بزرگتر بار مثبت. یه سری مواد هم هستن که در کنار هم اون جدول تریبوالکتریکشون به صورت چرخه‌ای میشه، یعنی مثلا شیشه که قاعدتا باید مثبت باشه در مالش با یکی از موادی که قاعدتا باید در پایین جدول باشه منفی میشه. بعضی از منابع اصطکاک و اون گرمای ایجاد شده در اثر اصطکاک رو عامل تحریک الکترون ها و انتقال اونها میدونن. بعضی دیگه میگن این خاصیت به خاطر یک ویژگی به اسم فلکس و الکتریسیته که در واقع حرکت الکترون ها به خاطر ایجاد کشش توی ماده است. جدا شدن یون های موجود روی سطح ماده در اثر تماس هم یک توجیهی برای این پدیده الکتریسیته مالشیه. از طرفی میگن که وجود یک لایه نازک رطوبت روی ماده هم میتونه توی این پدیده نقش داشته باشه. بنابراین هنوز این پدیده خیلی رایج و به ظاهر خیلی ساده هنوز کاملا شناخته شده نیست و توجیه واقعی و دقیق اون مشخص نیست. غیر از مالش با ایجاد فشار و گرما هم میشه الکترون ها رو توی مواد جابجا کرد که مواد پیزو الکتریک و پیرو الکتریک از همین خاصیت استفاده میکنن و بارها رو جابجا میکنن که توضیحات دقیقش بمونه برای بعد. توی این پدیده یک سوالی که پیش میاد اینه که چطور یک خطکشی که ما به موی سرمون مالش میدیم و مثلا خطکش بار منفی پیدا کرده میتونه ذرات ریز کاغذ رو که خنثی هستن و بار الکتریکی ندارن به سمت خودش جذب کنه، یا به همین شکلی بادکنکی که ما مالش دادیم و بار الکتریکی پیدا کرده چطوری به دیوار یا سقفی که خنثی هست میچسبه. دلیلش وجود یک پدیده به اسم الغای الکتریکیه. وقتی شما یه خطکشی که بارش منفیه رو به ذرات کاغذی که مجموعی از بارهای مثبت منفی هستن و در حالت کلی خنثی هستن نزدیک میکنید، بار منفی روی خطکش میاد یک نیروی دافعی به اون الکترون‌های موجود توی ذرات کاغذ وارد میکنه که این باعث میشه اونها کمی سعی کنن دورتر از این بار منفی قرار بگیرن و یه حالت دو قطبی توی ذرات کاغذ ایجاد میشه. تو این حالت دو قطبی بارهای مثبت میخوان به سمت اون خطکش جذب بشن و بارهای منفی میخوان ازش دفع بشن، و چون بارهای مثبت به خطکش نزدیکترن نیروی جاذبه قوی تر از نیروی دافعه بارهای منفی به هم دیگه است و بنابراین در کل اون ذرات به سمت اون خطکش جذب میشن. یعنی در نهایت یک جسم باردار همیشه اجسام خنثی رو به سمت خودش جذب میکنه. چسبیدن لباس به بدن یا چسبیدن ذرات یونولیت به دست و پا، یا مثلا بعضی وقتا یه نخی به بدنتون میچسبه که هر کاری میکنید نمیتونید اون رو جدا بکنید، نمونه هایی از این نیروی جاذبه جسم باردار به جسم خنثاست. دلیل سیخ شدن موی بدن و سر وقتی که بدن بار الکتریکی پیدا میکنه همینه که باری که وارد بدن میشه به موها منتقل میشه و موها همه بار همنام میگیرن و بارهای همنام هم به هم نیروی دافعه وارد میکنن و میخوان از هم دور بشن، بنابراین باعث فاصله گرفتن موهای بدن از همدیگه و از خود بدن میشن. ولی شاید یکی از پدیده‌هایی که اذیت کننده باشه و در بعضی موارد خطرناک و مرگ‌آفرین باشه جرقه‌ایه که در اثر تخلیه بار الکتریکی ذخیره شده روی بدن یا یک جسم اتفاق می‌افته. وقتی شما روی موکت یا روی فرش راه رفتید در اثر مالش بار الکتریکی داخل بدنتون ذخیره شده و این بارها چون نسبت به همدیگه دافعه دارن میان روی سطح بدن جمع میشن و تمایل دارن که از سطح بدن خارج بشن. وقتی انگشتتون رو نزدیک یک جسم فلزی میکنید مقدار زیادی از این بار روی نوک انگشتتون جمع میشه. دلیلش هم اینه که الکترون ها وقتی روی سطح رسانه پخش میشن به دلیل دافعه یک فاصله مشخصی از هم میگیرن، ولی در نقاط نوک‌تیز به دلیل زاویه نیروهایی که الکترون ها به هم وارد میکنن فاصله شون از همدیگه میتونه کمتر بشه و این باعث تجمع بار در نقاط نوک‌تیز میشه.
این تجمع بار در نوک انگشت باعث میشه وقتی انگشت به یک جسم فلزی نزدیک بشه، الکترون های اون قسمت از جسم رو دفع کنن و اون نقطه از فلز بار مثبت پیدا میکنه. قوی بودن نیروی جاذبه بین الکترون ها و بار مثبت روی فلز باعث میشه الکترون ها از روی دست بپرن و با حرکت از توی هوا به اون جسم رسانا برسن، و این حرکت الکترون ها باعث گرم شدن بیش از حد مسیر حرکت الکترون ها میشه که هم باعث سوختن اون نقطه از بدن میشه که الکترون ها ازش حرکت کردن و هم باعث گرم شدن هوا و تبدیل شدنش به پلاسما و انتشار نور میشه که جرقه یا قوس الکتریکی که مشاهده میکنیم ناشی از همین گرم شدنه. این جرقه ها بعضی وقتا میتونن به وسایل الکترونیکی آسیب بزنن. بنابراین وقتی مثلا کیس کامپیوترتون رو باز میکنید یا قطعه حساس رو میخواهید توی دستتون بگیرید، اول با زدن دست به یک جسم فلزی بزرگ مطمئن بشید که الکتریسیته بدنتون تخلیه شده باشه. کسایی که مدام با این قطعات الکترونیکی سر و کار دارن، یک دستبندهایی دارن که با اتصال به زمین اون بار الکتریکی بدنشون رو به صورت مداوم تخلیه میکنه. ممکن این تجربه رو داشته باشید که توی زمستون‌ها این شوک‌های ناشی از تخلیه بار الکتریکی ساکن بیشتر اتفاق می‌افته، که البته دلیلش سرمای هوا نیست، بحث رطوبته. وقتی رطوبت زیاد باشه، این بارهایی که روی اجسام ذخیره میشن خیلی راحت از طریق هوا تخلیه میشن و در واقع توی هوای مرطوب خیلی بار زیادی نمیتونه در اجسام به صورت ساکن باقی بمونه. ولی توی زمستون که هوا خشک میشه، این تخلیه آروم آروم بارها اتفاق نمیفته و بارها بیشتر روی بدن و اجسام ذخیره میشن و باعث شوک ها و جرقه های بیشتری میشن. این رو هم بگم که این موضوع که بعضی وقتا با دست زدن به بدنه فلزی یک وسیله برقی یا مثلا شیر آب یا سینک فلزی آشپزخونه یک شوک خفیفی رو احساس میکنید، معمولا ربطی به الکتریسیته ساکن بدن شما نداره و مربوط به جریان برقی میشه که از اون وسیله یا به صورت طبیعی یا به خاطر ایرادی که توی اون وسیله هست به اون بدنه فلزی و شیر آب و سینک آب راه پیدا کرده و در بعضی موارد میتونه خطرناک باشه. بنابراین در صورت مشاهده چنین پدیده ای، اول از سالم بودن اون وسیله برقی توسط یک متخصص مطمئن بشید و بعد همیشه با اتصال بدنه اون وسیله به زمین از طریق یک سیم از تخلیه جریان الکتریکی مطمئن شو. وسایل نقلیه مثل ماشین و هواپیما هم در اثر اصطکاک با هوا یا در اثر تماس چرخشون با زمین میتونن بار الکتریکی توی خودشون ذخیره کنن که اگر این بار در مکان و زمان نامناسبی تخلیه بشه میتونه خطرآفرین باشه. مثلا توی پمپ بنزین ها بعضی وقتا این تخلیه بار الکتریکی ذخیره شده توی ماشین یا حتی بدن آدم ها باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی شده. این موضوع برای ماشین‌های حامل مواد سوختی و آتشسا خیلی حیاتیه و بنابراین زنجیرهایی رو از اونها آویزون می‌کنن که در تماس با زمین مدام بار الکتریکی ذخیره شده روی اونها رو تخلیه کنه. توی هواپیما هم که بار الکتریکی زیادی روی بدنه هواپیما به دلیل اصطکاک خیلی زیادی که با هوا داره ذخیره میشه و بعضی وقت هم به دلیل عبور از بین ابرهای باردار بار زیادی به هواپیما منتقل میشه، از طریق میله های تیزی که در پشت بالها نصب میشه کاری میکنن که این بار ذخیره شده خیلی سریع توی هوا تخلیه بشه، چون همونطور که گفتم بارها در نقاط نوک‌تیز بیشتر جمع میشن و بنابراین راحت‌تر میتونن از اونجا تخلیه بشن. ولی موضوع که توی پمپ بنزین ها میگن که از موبایل استفاده نکنید چون ممکنه باعث آتش سوزی بشه و شما این اختیاریه ای عدم استفاده از موبایل رو توی همه پمپ بنزین ها میبینید، هیچ مبنای علمی نداره و هیچ ویژگی توی موبایل نیستش که بتونه باعث این آتش سوزی بشه. ظاهرا بعد از یکی دو تا اتفاقی که از سال 1999 به بعد افتاد و در اونها یک شخصی که داشته با موبایل صحبت میکرده باعث آتش سوزی توی یک پمپ بنزین شده، این هشدار رو بدون هیچ بررسی علمی منتشر کردن و دیگه از اون موقع باقی مونده. در مورد الکتریسیته ساکن هنوز خیلی میشه صحبت کرد. بحث الکتروسکوپ هست که یه وسیله‌ایه که باعث میشه به صورت کیفی مقدار و اندازه بار الکتریکی اجسام رو سنجید و میشه از کاربرد الکتریسیته ساکن توی پرینترهای لیزری و دستگاه‌های فتوکپی و توی رنگرزی و حتی توی فیلتر کردن ذرات معلق دودکش‌ها حرف زد. و همینطور در مورد قانون کولون که بحث نیروی وارده بین بارهای الکتریکی خیلی میشه صحبت کرد. از طرفی فکر می‌کنم که موضوع الکتریسیته جاری میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه و بحث ولتاژ و جریان و روابط اینها با همدیگه اهمیت بیشتری نسبت به باقی مونده بحث الکتریسیته ساکن داره. تصمیم رو میذارم با شما، توی نظرات به من بگید که اول بحث‌های مربوط به الکتریسیته ساکن رو تموم بکنم بعد برم سراغ الکتریسیته جاری، یا اینکه اول در مورد الکتریسیته جاری ویدیو بسازم و در آینده برگردم به بحث‌های مربوط به الکتریسیته ساکن. منتظر نظراتتون هستم. خدا نگهدار.